اجازه بدید که به عنوان پایان سخن از آقای بامداد عزیزم به قسمت آخر رسیدیم. اگر ممکنه بفرمایید، بفرمایید شما. عرض کنم که راهکارها، راهکارهایی که برای مبارزین شما به نظرتون میرسه، مبارزین را عرض میکنم، یه مقدار صحبت شد در رابطه وضعیت موجود، این راهکارها چه هست؟ این آخرین قسمت صحبت هست. دو تا سه دقیقه بفرمایید. من فقط نکته پایانی که معلم از در رابطه با راهکارها میخوام عرض کنم خدمت همه، یعنی شاید مثلا برخی فکر میکنند که باید همین فردا همه بریزن تو خیابون و یا به قول اون شعاری که داده میشد یه یا حسین تا میر حسین، و انقلابات اینجوری نیست. انقلابات اگر بناست ساختار جامعه رو زیر رو بکنه، یک خیزش انقلابی جنبه های گوناگون داره، زمانبر هستش. بعضی از انقلابات کلاسیک 10 سال 15 سال طول کشیدن، به این معنی نیست که در جامعه ما هم باید خودم از 10 سال 15 سال طول بکشید. میخوام بگم اینجوری هم نیست که اگر فکر بکنیم با یک تظاهرات رژیمی که تماماً 40 سال 44 سال تمام سرمایه های مملکت رو صرف غیر از دزدیاشون، غیر از مفخوریاشون و چپاودی که کردن، اما مابقی رو صرف این کرده که دستگاه سرکوب بسازه، لایه های سرکوب برای مبارزات و برای هر گونه صدای دیگه، همونطور که شما اشاره کردین و همه میدونن، حتی یک آشپز هم باید دستور عمل کتلت مورد، یعنی ببین چقدر مسخره شده، یعنی شما تو به سابقه افکارمون بخواین اینو عنوان بکنید اصلا نمیدونن چی خندهشون میگیره، یعنی میگن دارین من مسخره میکنین. واقعا اینجوری اتفاق افتاده؟ به این شکل مضحک میشه رفتار یک حکومت سرکوبگر؟ اما تمامی این دم و دستگاه قاضی صلواتی هاشو به اصطلاح قاضی، این جانیانی که در کسرت قاضی نشستن، تمام این تشکیلاتی که ساخته، 17 دستگاه امنیتی ساخته، 8 لایه سرکوب داره توی هر عملیاتی که انجام میده، فقط و فقط تمام توانش رو همین گذاشته از بحرانی به بحران دیگر حرکت بکنه. این رژیم هیچ چیزی هیچ زمانی توی چنده نداشته، برای همین هر نوع اعتراضی چهار ستون بنیادش رو به لرزه در میاره. میخواد حالا اعتراض رأی منکو باشه، میخواد نمیدونم به خاطر آب باشه، میخواد به خاطر خشکسالی باشه یا هر چیز دیگه، شما ببینید با سرکوب میاد به میدون، چیزی برای عرضه نداره. این حکومت با اینطوری با یک تلنگر از بین نمیره، این رو هم باید در همون راه هم باید پشت مبارزه کرد. مبارزه هم در جریانه، هر کسی اون چیزی که از دستش بر بیاد باید انجام بده. اونی که میتونه بره توی خیابون از طریق خیابون کارشو بکنه باید بکنه، اونی که میتونه با شعار نویسی این کار انجام بده، اونی که میتونه از درون ساختمون خودش فریادی بزنه اون از اون طریق، امثال مایی که در خارج از کشور هستیم، ما هم زمین بازیمون اینجاست، ما اینجا باید اون کاری که دستمون بر بیاد انجام بدیم. اگر میریم جلوی سفارت، اگر تلاش میکنیم برای اینکه افکار عمومی اینجا رو به حرکت در بیاریم تا وادار کنیم سیاستمداران سیاست دیگه‌ای در پیش بگیرن، قرار نیست اینها برای ما حکومت عوض کنن، همچین اتفاقی هم نخواهد افتاد، نمیکنن هم این کار. اما با فشاری که ما میاریم اینی که اینها رو با کمک خودتون مثال میزنیم، مثلا اگر الان که حکومت هم با این کار داره بازی میکنه در حال حاضر کار حکومت برجام که آره بیاین دوباره روش مذاکره کنیم، اگر این در به قول معروف بخواد باز بشه دوباره میلیاردها پول در اختیار اینها قرار میگیره، سرازیر میشه به سمتشون که باش میتونن آدم خورا و آدم پوشایی که الان نمیتونن بیارن از هشت و شعبی و لبنان و یمن و فلان اینا دوباره بردارن اینها رو بیارن برای اینکه ما رو سرکوب کنن. اون چیزی که ما میخوایم اینه که جلوی چیزا رو بگیریم. ما توی خارج از کشور با فشار افکارمون میخوایم این رژیم ها، این مذهب میخوایم این دولت ها در خارج کشور دست از مماشات با این رژیم بردارن و به قول معروف فکر نکنن که این رژیم رژیم باثباتی. به اینها بفهمونیم که منافع شما
در عدم پشتیبانی از اینها سعی نکنید با رفتار خودتون اینها رو در قدرت نگه دارید، با سیاست‌های خودتون اینها رو در قدرت نگه ندارید. اجازه بدید که مردم کار خودشون رو بکنن و برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. این اون چیزی که ما میتونیم از اینها انتظار داشته باشیم. این هم تأکید میکنم با فشار افکار عمومی در حال حاضر سیاستمدارای اینها برای اینکه اینها به نفعشون روشون رو برگردونن مثل همیشه معامله انجام بدن و طبیعی هم هست این توی چیز دائمی و جاریه در سیاست بین‌المللی میکنن این کار، انتظاری دیگه هم نباید داشته باشیم و نیست. صحنه مبارزه در درجه اول درون کشور، درون قلب جامعه ایرانه که این مبارزه هم در جریانه. هر کسی اون چیزی که از دستش بر بیاد نباید کوتاهی بکنه. ما وظیفه داریم، مسئولیم در قبال تک تک این جانهای عزیزی که گرفته میشه. این نمیدونم جریانات سایبری که الان میان دامن میزنن به خیلی چیزا، میخوان مردم رو ناامید کنن یا شکاف ایجاد بکنن به اشکال مختلف، بیش از اون که حتی آدم بخواد وقت صرفشون بکنه باید از کنارشون بگذره و به قول معروف به مسئله مبارزه و اون اولویتی که وجود داره همانا آزادی سرزمین ما و رهایی از چنگ اینها هستش در جریان مبارزه تاکید میکنم. فازی که درونش هستون جامعه داره پوست میندازه، جامعه درونش داره گفته بودیم مثلا بسیار کوچیک بزنم و حرفا رو ببندم. توی تظاهراتی که در تظاهرات تاریخی که در برلین برگزار شد، اون که شخصی که پشت بلندگو بود دوباره اون یه شعار بسیار مهمله، نمیدونم ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم از دهنش در اومد و بسیاری افراد بعد یه بود اصلا یه موجی توی جمعیت که از همه جریانات بودن، مشروطه خواه توشون بود، ملیگرا توشون بود، چپ توشون بود، اتنیک ها بودن، خیلی جریانات گوناگون بود که اصلا دیدید همگی در حقیقت هول کردن و وادار به سکوت کردن جایی که شخص عذرخواهی کرد به خاطر این موقع. ببینید این تحولیه که تو جامعه اتفاق افتاده، یعنی دیگه ما حاضر نیستیم این رو بپذیریم که مثلا اخشاری از جامعه ما، گروه های مختلفی از جامعه ما مورد توهین قرار میگیرن. میخواد آذری باشه، میخواد بلوچ باشه، میخواد کرد باشه، لور باشه یا هر چیزی دیگه، ایران متعلق به همه است و همه ما هستیم. این تحولیه که تو جامعه اتفاق افتاده، این چیزی که 10 سال پیش یا 15 سال پیش وجود نداشت. جوکای مسخره و توهین‌آمیزی گفته میشد راجع به زبان‌ها و گویش‌های مختلف درون جامعه ما و تحقیرآمیز بود. الان دیگه اینا اصلا وجود خارجی نداره. این تحولی که تو جامعه الان سرعت گرفته این چیزا. فقط خواستم یک مثال بزنم که جامعه در حال قد کشیدن هستش. اینها رو ندید نگیریم و اینها برای ساخت آینده دموکراتیک خیلی خیلی نقش مهمی بازی میکنه. ما در راه هستیم، در راه هستیم و داریم گام برداریم. سپاسگزارم.